رسانه یا مدیا در لغت به معنی انتقال دهنده است و در اصطلاح به اون دسته از وسایلی گفته میشه که مطلب یا خبری رو به اطلاع مردم برسونن. ماهواره، IPTV، سایت، واتساپ، تلگرام، یوتیوب، فیسبوک، توییتر، اینستاگرام و صدها راه ارتباطی مجازی دیگه همچون رادیو و تلویزیون رسانه یا ابزار نوینی هستند که مثل چاقوی تیز جراحی همیشه اونا رو در امور سودمند و هم در امور زیانبار به کار گرفت. از اونجا که رسانه‌ها مهمترین، مؤثرترین و قدرتمندترین ابزار ارتباطی هستند و نقش بسزایی در فرهنگسازی همگانی و شکل‌دهی به باورها و افکار عمومی جوامع مختلف دارند، قدرت‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و دینی جهان در راستای تحقق اهدافشون از رسانه‌های مدرن به ویژه شبکه‌های تلویزیونی و ماهواره‌ای به خوبی بهره می‌گیرند. با گذشتن از جامعه سنتی به جامعه مدرن و تو روزگاری که هزاران رسانه به خونه و محل زندگی ما هجوم آوردن، جلوگیری از انتشار و فیلترینگ همه اونها یه چیز غیر ممکنه و به همین خاطر باید به فکر فرهنگ سازی بود، چرا که منع و سلب حق آزادی از مردم کارساز و تاثیرگذار نیست. خدای متعال در بیان حق آزادی مردم در آیه 157 سوره اعراف می‌فرمایند: پیامبر خدا بارهای سنگین و زنجیرهای قوانین باطل رو که مردم برای خودشون وضع کرده بودن از دوش و گردنشون بر میداره و اونها رو از قید خرافات آزاد میکنه. بر همین اساس دانشمندان و اندیشمندان شیعه استفاده از انواع رسانه‌های مستقل شیعی به ویژه شبکه‌های تلویزیونی و ماهواره‌ای رو در انتشار ارزش‌های اسلامی ضروری دونستن و مسلمان‌ها رو در بهره برداری دائمی از اونها تشویق میکنن. در این بین آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی دام ظله العالی که یکی از مراجع تقلید برجسته شیعه هستند، ضمن اشاره به ضرورت تأسیس رسانه‌های متعدد و پرشمار تلویزیونی و ماهواره‌ای، همواره تأکید دارند که جوانان شیعه باید بیش از 1000 شبکه دینی و مذهبی برای تبلیغ دین خدا افتتاح کنند. و در همین راستا ایشون جامعه اسلامی رو به مقابله فرهنگی با پدیده استفاده ضد فرهنگی از شبکه‌های ماهواره‌ای سوق دادن تا از این راه همونطوری که دشمنای دین از انواع رسانه در راه ترویج افکار ویرانگرشون استفاده کردند، مسلمان‌ها هم با بهره‌گیری صحیح از این پدیده نوین اون رو در راه ارشاد و هدایت انسان‌ها به کار بگیرن و فرهنگ اسلامی رو از اون طریق در همه آفاق گسترش بدن.